یکی از فرماندهای جنگ و خدا رحمت کنه حاج عبدالله ضابط آورده بود گروه تفحص ما، داشت برای ما خاطره میگفت بیا تو دنیا خیلی دلم میخواست سید مرتضی آبینی رو ببینم. یه روز به رفقاش گفتم جور کنیم ما سید مرتضی رو ببینیم، نشد. بالاخره آقای آبینی شهید سید شهیدان اهل قلم تو فکر رفت رومین رو به آسمون پر کشید. یه وقتی اومدم با همین کاروانا مناطق جنگی توی جد شب بوندیم مستقر شدیم، خوابیدم دیدم آقای آبینی اومد، شهید آبینی. تو خود باش حرف زدم، درد و دلامو کردم، بعد گفتم آقا سید خیلی دوست داشتم وقتی تو زنده بودی ببینم ات، ولی توفیق نشد. تو خواب به من گفتش نگران نباش، فردا ساعت 8 صبح بیا سر پل کرخه منتظرت. صبح بلند شدم مثل من بیچاره که هنوز زنده بودن شهید شک دارم، گفتم آخه این چه خوابی بود این که خیلی وقت شهید شده. گفتیم حالا بریم ببینیم چی میشه. بلند شدم رفتم سر قراری که با من گذاشته بود، نیم ساعت دیر رسیدم دیدم خبری از آبینی نیست. داشتم مطمئن میشدم که خواب و خیال، سربازی که اون نزدیکی پست میداد نگهبانی میداد اومد نزدیک من گفت آقا شما منتظر کسی هستین؟ گفتم آره با یکی از رفقا قرار داشتیم. چه شکلی بود؟ براش توصیف کردم، گفتم موهای جوگندامی محسنش اینجوری بود، عینکش این شکلی بود. گفت عجب رفیقت اومد اینجا تا ساعت 8 منتظرت شد نیومدی. بعد که میخواست بره اومد پیش من گفت یه کسی میاد با این اسم و با این قیافه، بهش بگو آقا مرتضی اومد خیلی منتظر شد نیومدی کار داشت رفت، و با انگشتش کنار این پر برای تو یه چیزی نوشته برو بخون. گریه میکرد تو گروه تفحص این فرمانده، میگفت به خدا رفتم دیدم کنار پل با انگشتش خود مرتضی آبینی نوشته فلانی آمدیم نبودید وعده ما بهش سید مرتضی آبینی. شهید مرده است، شهید استخونهاش هم عرش خدا رو به لحظه در بیارن. دی شهیدی از طلایه پیدا کردن 13 سال زیر خاک طلایه که یک سال جنازه به اونه میپوسه سالم در اومد. تعجب کردن این چه شهیدی این چه سری داره. خدا رحمت کنه علندار روایتگری حاج عبدالله ضابط رفت کاشان سراغ خانوادهش. وقتی با مادر شهید صحبت کردن گفتن مادر چی کار کردی این بچه کی بود چرا اینجور سالم در اومده؟ مادر شهید اگر بخواد مگه میشه اجابت نشه؟ مادر شهیده تو قیامت تو روایت بگه شهیدو میارن تو محشر میگه خب این که شهیده بره بهشت، میره دم در بهشت برمیگرده وای میسته. خطاب از خدا میرسه خب چی میخوای برو بهشت؟ میگه من آخه تو این دنیا یه مادری داشتم یه پدری داشتم، من بدون پدر مادرم کجا برم؟ میگن حساب اعمال اونا رو نکنید اونا بیان برن تو بهشت. دست مادر رو دست پدر میگه جلو چشمان ما میره توی بهشت. شهید مادرش هم ارزش بنده، فرزندش هم ارزش بنده، همسرش هم مستجاب الدعواست چه برسه مادرش. گفت رفتم کاشم به مادر شهید گفتم آخه این سرش چیه؟ گفت ما سال گذشته رفته بودیم حج، 12 سال چشم انتظاری کشیدم، مردم یعقوب پیغمبر خداست 12 پسر داشت، یه یوسفش رو گم کرد چشاش نابینا شد در فراق یوسف. مادر شهیده. گفت رفتیم حج، وقتی وارد مدینه شدم تا چشام به گنبد قشنگ پیغمبر افتاد دلم شکست یاد پسرم افتادم، شروع کردم گریه کردن پیغمبر شکایت کردن مفصل. گفتم یا رسول الله خیلی از مادرهای شهدا لاقل یه پلاک براشون آوردن یه جا دفن کردن شب جمعه برن درد دلاش رو بکنن، من بیخبر از بچه‌هام. بعدم شروع کردم به گنبد پیغمبر با انگشتم نشون دادم، گفتم خدا شاهده اگر بچه من میخواد جنازش بیاد سر از زنی از انگشتش هم نباید کم شده باشه. پیغمبر مگه میتونه بگه نه به مادر شهید؟ گفت برگشتیم از 8 زنگ زدم بعد از چند روز گفتم بیاین جنازه پسرتون رو ببرید، رفتیم دیدیم پسر ما انگار همین الان شهید. پدر شهید میگو پسرم آخرین بار اومد مرخصی عجله داشت برگرده، روز آخر گفت بابا جون انقدر دلم برای علی ابن موسی رضا تنگ شده دوست داشتم یه بار دیگه برم مشهد زیارت امام رضا. گفتم خب عزیز دلم حالا که وقت هست جنگ که هست یکم دیرتر برگرد منطقه برو زیارت امام رضا بیا. گفت آخه دلم نمیاد همه بچه‌ای که تو جبهه زیر آتیشن دوست دارم برم زیارت امام رضا. با همون حسرت رفت جبهه، شهید شد، جنازه‌ش هم بر نگشت. آرزوی دل یه شهید رو خدا اجابت میکنه. بعد از سالها زنگ زدن گفتن بیاید بچه‌تون تو معراج شهداست شناسایی کنید ببرید. پدر و مادر شهید میرن بالا سر جنازه، وقتی صورتشو باز میکنن میبینن اشتباه شده، میگن آقا این بچه ما نیست، پسر ما اصلا این شکلی نبود. تحقیق میکنن میگن پدر شهید مادر شهید ببخشید جنازه پسرتون اشتباهی رفته مشهد امام رضا. امام رضا خاطر خواهی مچه هست.
اینجا طلایی است. خدا رحمت کنه آقای زاوتون. گفت طلاییه، چه طلاییه؟ واقعا چه طلایی. کاش بیشد ما هم اینجا زندگی کنیم برای همیشه. حیف که وظایف ما اجازه نمیده بعد یه روز برگردیم دوباره تو شهر. یکی از راویای لشکر 17 اومد و چند روز پیش همینجا و سویش همینجا من صدا کرد بعد از برنامه، گفت من 8 سال 7 سال دارم کاروان میارم. یه روز یه کاروانی آوردم بین اینه دختر دانشجوی پزشکی کاشان بود تو راه رفتیم شرم همشه مسخره کرد، رفتیم فکه مسخره کرد، آوردیم طلاییه مسخره کرد. تو طلاییه من بعد از صحبت ها خاک تبرکی دادم دست این دانشجو، گفتم اینجا قدمگاه ابوالفضل عباسی، این خاکو ببرید هر وقت دلتون گرفت دلاتون آلوده شد که گوشه بشینید خاکو بو کنید یاد طلاییه کنید دلاتون باز بشه. تا خاکو گذاشتم تو مشت این دختر خاکو پرت کرد، گفت این مسخره بازیه چیه، تحویل نگرفت. رفتیم از اینجا خرمشهر، شب خرمشهر خوابیدیم، اول صبح دیدم یه کسی در اتاقم هم وا کردن دن همین دختر داره چی جور عشق بزن، میگه یالا منو ببر طلاییه. گفتم تو که میگفتیم از خروازیه، گفت تو خدا تو دیگه نگو. شب خواب دیدم یه شهیدی از طلاییه اومد تو خوابم، گفتش که تو میدونی اونایی که میان طلاییه رو ما یکی یکی میریم در خونه دعوتنامه بهشون میدیم، کی تو رو راه داد و خونه ما اومدی، تو با اجازه کی با تو گذاشتی تو طلاییه. گفتم آخه خانم دیگه مسیر ما طلاییه نیست. گفت یا منو میبری طلاییه یا من دیگه کاشان بر نمیگردم همینجا میمونم. گفت برداشتم و جا خدا شاید آوردمش طلاییه، تو از ماشین پیاده شد پا برهنه شد دوید روی این خاکا خودشو انداخت انقدر خودشو زد و گریه کرد. طلاییه چه طلاییه، اینجا طلاییه است. وقتی برگشتی حالا دیگه خیالت راحت بشه، به تو گفتن عید کجا بودی، بگو رفتیم قطعی از بهشت. اونجا دیگه شاه و گدا با هم فرق نمی کردن، اونجا همش می گفتن خدا، همه می گفتن خدا. می خواهید از شهدا بهتون بگم چجور عارف شدن؟ دیگه کسی شک داره که عارف تر از اینا تو عالم نبود؟ شهید بهشتی فرمود برید با عرفا بگید خانقاه عرفانشون در بازیدرا. بذار باید یه خاطر از یک عارف، خمینی چجوری عارف تربیت میکرد. برید تو دنیا آی بزرگتر و روحانیت اساتید، برید تو عالم بگردید، اگر یک نفر پیدا کردید که بگه من شاگرد سیر و سلوکی خمینی بودم، به من گفت برو توی گوشه بشین به جامعه کار نداشته باش ذکر بگو. از این مزخرفاتی که امروز خیلی داره تو جامعه ما زیاد میشه، زهد و ریا رو به هم مخلوط میکنیم به اسم عرفان. پس چرا اینقدر عارف تربیت کرد؟ خمینی که شاگرداش یه روزم خیلی خمینی رو از نزدیک ندیدن، چی تربیت میکرد؟ روزی یه نمونه برات بگم، این فقط مال طلایی هست و برای شما خیلی جای دیگه لازم نیست خودتو بسوزونی که بگی. به قول مولوی تو مثل یک گنگ خواب دیده ای که مخاطبت هم کر و لال و کوره، نمیخواد خواب به هر کسی بگی.